کامنتی که هست بسازید. من توضیح بدم در مورد نحوه این مناظره یا معرفی کاندیداها. ما دو قسمت داریم. قسمت اول شامل معرفی معرفی برنامه ها و پلتفرمشون و بعد اگر نقطه نظری داشته باشن چه در مورد خودشون یا صحبتهایی که نامزده دیگه کردن میتونن حرفای پایانیشون بزن. دو دقیقه اول برای معرفی، دو دقیقه دوم برای اعلام برنامه هاشون که برای کنگره ایرانی کانادا چه برنامه‌ای رو در نظر دارم و یک دقیقه برای خاتمه صحبت هاشون. بعد بخش دوممون سوال جواب هستش که هر کی که از حاضرین مایل باشه سوالی داشته باشه مطرح کنه. من خواهش میکنم در 30 ثانیه این سوال مطرح بشه و برای نامزدها یک دقیقه فرصت جواب دادن در نظر گرفته شد. ما فکر کردیم دو ساعت کلن مجموع این برنامه مناظره و معرفی نامزدها باشه. امیدوارم که تو این دو ساعت بتونیم این برنامه رو تمام کنیم، چون قسمت دومی هستش که بررسی امندمنت های بایلا هستش که باید ادامه پیدا کنه در یک ساعت بعدی که باید سر موقع برنامه تموم بشه. من نحوه نشستن اینجا رو توضیح داده باشم که بر اساس حروف الفبا بر مبنای اسم فامیل انگلیسی هستش که همونجوری که می‌بینی آقای بلندی، خانم مهرنگیز مردخت هادی، خانم شله خلیلی، آقای محسن خانکی، آقای شایان معین، آقای پویان توسی نژاد، خانم سمن توسی نژاد و آقای یونس زنگی آبادی. من یه چیزی اینجا توضیح بدم که در مورد آقا و خانم توسی نژاد سر نحوه نشستنشون فکر کردم که چطوری باشه که با اصول کانادا که خانم ها باید اول باشه مغایرت نداشته باشه. منتها من از اونجایی که یه مقدار بایس بودم به اسمای اول اینا مراجعه کردم که پویان قبل از سمن هست، پی قبل از اس هستش، به این ترتیب نحوه مسئله حل شد. اینجا آقای سفر رسوانی هم خالی هستش که اگر خواستیم سوالی باشه که یا ایشون خواستن معرفی کنن بتونیم ایشون هم در مناظره شرکت داشته باشن. من فقط یک نکته دیگر رو میخواستم به عنوان پیشنهاد اینجا مطرح کنم، اینی که ما در یک کشور بایلنگوال دو زبانه زندگی میکنیم. خب ما همه دو زبانه هستیم، اونجا فارسی و انگلیسی عمدتا. در نتیجه من خواهش کردم، میخوام خواهش بکنم که اگر امکان داشته باشه نامزدها در صحبتهایی که میکنن یه مقدار از یه بخش کوچیکی هم که شده با اون زبان دومشون صحبت کنن که این فرهنگ دو زبانه توی کنگره یه مقدار جا بیفته که ما انتظار داشته باشیم که نامزدها بتونن به هر دو زبان صحبت کنن. نکته آخری که میخوام اشاره کنم از نامزدها، لطفاً در مورد صحبتاتون از کسایی که در اینجا نیستن نام نبرین که اگر موردی باشه که ایشون بخواد جواب بده امکانش وجود نداره. در اینچه از این کار خواهش میکنم که صرف نظر کنم. من صحبتام تمام میکنم. اول آقای محبوب بلندی، اولین کاندیدای کنگره ایرانیان، خواهش میکنم که صحبتش نشونی که تعامل میکنیم. من اینترابتتون میکنم، صحبتتون قطع میکنم، چاره نیست. من در بخش دوم خواهش میکنم که باز به همین ترتیب از آقای بلندی شروع کنیم و آقای سفر اسمانی هنوز روی خط هستن، درسته؟
بله، خواهش میکنم. باز دو دقیقه وقت است که لطفاً در مورد برنامه هاتون، حالا وقتی بیشتری داریم آقای بلندی که برنامه هایی که دارین رو معرفی کنیم. من یه جمله هم گفته باشم که خودم مثلا دو زبونه بودن رو عمل کرده باشم. Please talk about, I would like to ask candidates to talk about their platform, their programs, that they, their vision for the Iranian-Canadian Congress, if they are elected. اشکال نیست، من توصیه کردم اگر که یه بخشیشو حداقل انگلیسی بگیم یه حالت سمبولیکی داره که به دو زبون بودن خودمون اذعان کنیم و همه اونه که دوست دارن که ببینن شما چطوری به دو زبون صحبت میکنید لطفا فرانسه صحبت نکنید. من ازشون خواهش میکنم که بیشتر زبون فارسی رو بیشتر ولی اینو ما داشتیم در انتخابات قبلی هم داشتیم. بچه‌ای که اینجا بزرگ میشن خب مشکله براشون فارسی صحبت کردن. اینو باید قبول کرد. پیشنهاد خوب. اجازه بدین سعیمونو بکنیم که هر دو زبون برای دفعه بعد یا اینکه تا اونجایی که میتونیم این کارو بکنیم. من خواهش میکنم. من یه سوال داشتم. اگه اجازه بدین ما سوال رو بیرون سکولیت شد. میگم بذاریم بیرون. نه آب میشه. کافی. کافی و اینا بله. بذاریم بیرون میگم. بله. اوکی. رو در نوشته که اوکی، بسیار، آب اشکالی نداره. نه، پود و آب و هر چی. نه، آب اشکالی نداره، من تو اونجوری که میگنم باشتم. نه، آب اشکالی نداره. رسیدیم به بخش آخر این بخش و در این فاصله هر کسی یک دقیقه فرصت خواهد داشت که حرفای خاتمه‌شو بگین یا اینکه اشاره بکنه به حرفایی که کاندیدای دیگه خطاب به اونا گفته شده. آقای بلندی یک دقیقه فرصت. اینجا ما دو تا اسم داشتیم که من براشون حق جواب گفتن و قائل هستم. آقای کهنمایی پور رئیس کنگره ایرانیان در دو دوره قبل اگه اشتباه نکنم. یک سال پیش درسته؟ بله. خواهش یک دقیقه وقت داریم. یک دقیقه برای جواب بدم. بخش اولمون تموم میشه. اگه اجازه بدین تو سوالا لطفا سوالایی که میشه از وقتتون استفاده کنید چون ممکنه همینجوری کش بیاد و وقت حاضرین تلف بشه. اگر که سوالی هست لطفا دستتون رو بلند کنید و از یک میکروفون بیشتر اینجا نیست استفاده کنید که من میخوام که اول خانم ببخشید هدف معرفی کاندیدا هست باید در رابطه با کاندیداها و برنامه هاشون سوال اگه هست و یا نظری هستش که میخواین کاندیداها بشنون نظرتون رو میتونین در عرض 30 ثانیه لطفا سوالتون رو بپرسین و خطابتون به هر کسی باشه و ایشون وقت داره که در عرض یک دقیقه جواب بده. خیلی ممنون. حالا خواستین جواب بدیم. نه، کسی خواست کنم، هر نداره. من اجازه بدیم، من از بنیانگذاران کنگره اینجا تشکر کنم. اونا زحمت تهیه اساسنامه رو کشیدن و قابل قدردانی هست. به نظر من باید ازشون تشکر کنم. منتها هرچی اشکالی که در طول تجربه چندین سال، 10 سال گذشته بوده به تدریج اینا اصلاح شده به صورت زمینه، به صورت تبصره اصلاح شده. این نظر من هستش. اگه کسی از کاندید نامزدها سوالی میخواد سوال آقای کیا رو جواب بده میتونه. آقای ناصری، یک مسئله دیگه. اجازه بدین آقای کیا. خواهش می‌کنم کسان دیگه هستن. آقای کاوه مقدم. ببخشید چون اینجا بلندگو رد میشه من یک توضیح هم بدم برای اینکه من خودم جزء هیئت انتخابات هستم یکی از 3 نفر هستم این دفعه اول نیست که من عضو انتخاب شدم برای این کار در سال 2012 من این کار کردم راستش تا الان من طبق اساسنامه اون چیزی که یادمه اینی که هیئت مدیره 3 نفر انتخاب میکنه به صلاح دید خودش تا حالا اینجوری بود
فکر میکنم من بر مبنای همین وقتی به من پیشنهاد شد من قبول شد. چه ویژگی‌هایی داشت؟ اجازه بدید اون کاری که مسئولیتش به عهده هیئت مدیره است. من الان نمیخوام وارد بحثم ولی بعدش میبینم که سوال هیئت مستقل میشه و من راستش از این مسائل به دور هستم. به من گفتن آیا این کار داوطلبانه رو میکنیم؟ من قبول کردم بر مبنای همکاری که میخوام همیشه با کنگره داشته باشم. این توضیح بود که من خواستم به خودم داده باشم. خواهش میکنم. آیه اینجا آقای سپهر اصفهانی رو مثل یه خورده اینجا رد شد. بلنگو. آقای اصفهانی شما میخواین نظری بدین؟ الو هستین؟ آقای اصفهانی معذرت میخوام. من راستش شما تنها نیست، این تحصیل رو بذارین گردن من. یه آقای دیگه هم هستن که من همینجوری چون رسم فامیلیشون دو قسمت داشت غیر از شما یه آقای دیگه ای به اسم ببخشید من اسم ایشونم مثلا امین تفرشی رو بر اساس امین گذاشتم اول که الان نیستم منظورشون وبسایت هست برحال در این مورد اگه باشه دست من بر خواهش ما این اجازه بدین که صحبت کنم. چه ببخشید دوست عزیز من آقای محبوب بلندی که من افتخار همکاری با ایشون در همین سال گذشته همین موقع ها برای بزرگداشت نه برای روز حافظ توی موزه آقاخان انجام دادیم. دوست عزیزم من متهم میکنه که کسی هستم که دوست آقای احمدی هستم. ببینید من همونجوری که گفتم اگر که انتخاب شدم پس قبلا من حتما دوست آقایون رؤسای قبلی بودم که انتخاب شدم برای چه. من تا اونجایی که میدونم من از همه کنگره و اعضای هیئت مدیره هاشون حمایت کردم و سعی کردم دوستشون باشم. من سر اینکه آقای کاوه شهروز اینجا یک سالش نبود که عضو میشد اون موقع یک کسی بودم که گفتم اشکالی نداره جز تصمیم گیری هایی بود که انجام شد. ببینید شما این اتهام رو میزنید که ایشون روی با ایشون وقت نکرده جواب بده و ما متاسفانه الان دو ساعتمون تموم شده. پنج دقیقه هم یک دقیقه دو دقیقه هم ازش گذشته. اجازه بدید ایشون حق دارن که جواب شما رو بدن و من اینو محفوظ میگم برای اینکه چند بار اسم صحبت میکنیم ولی چون مطرح میشه باشه. حالا شما اگه صحبتی نداری من آقای احمدی وقت دارم که صحبت کنم. زمان داریم الان صدا میکنم اجازه بدید من ببینم وقت داریم چون یه لحظه قبل از شما آقای شمس اینجا هست. یه لحظه اجازه بدید من ببینم وقت داریم اصلا آقای احمدی ما وقت داریم که بیشتر از دو ساعتمون صحبت کنیم. بله پنج و نیم گفتن تا ساعت 6 میتونیم بدم. اوکی بسیار پس اجازه بدید اینجا داره رد میشه من آقای اصفهانی پشت خط ایشون وقت هستم. خواهش میکنم یه لحظه آقای اصفهانی یه دقیقه وقت خودتون رو به حکیم رضا گفتم اسمتون رو معرفی کنید بیزینستون رو خب بیزینست هم باید باید بیزینست داری آقا آقای موسوی بود و اوور به کی داد انداشته باشین بهتره. اگه سوالی دارید این جلسه برای اینکه از کاندیداها سوالی بکنید تشکیل شده شما خانم بعد از شما آقای من هم فکر میکنم که من یه چیزی رو فقط بگم درسته یه مقدار جمع ممکنه که متشنج بشه لطفاً به همدیگه احترام بذاریم و حق همدیگه رو برای جواب دادن رعایت کنیم نپریم وسط حرف رو یه مقدار باید آقای بلندی عزیز به اینی که شن و جا بالا باشه عادت کنیم برای اینکه معمولا در یه انتخابات این جمع به وجود میاد. در نتیجه اگر بتونیم سالم نگه داریم به نظر من اشکال نداره. باشه. ببینید من فکر کنم الان ساعت وقتم نگه داریم 5:20 دقیقه است. ما یک نفر دیگه با این وضعی که پیش میره میتونیم صحبت کنیم. داوطلب میشم. اگر اجازه بدیم نه دو نفر دیگه اونجا بودن. زودتر ایشون بودن. شما زودتر بودن ولی اون آقای
آقای شما هستید. آقای متاسفانه اون من جان تو نمیرسی برای که دو تا حد اکثر دید. ببین من جواب آقای احمدی باید بدم چون یه چیزی مطرح کردم به عنوان عضویت. وقتمون تموم داره. نه بالاخره من که اون جلسه بودم میدونم چه اتفاقی افتاده برای برگزیدن. خب بذارید صحبت کنن دیگه آقا. آقا تا 6 مگه نداریم؟ تا 6 جلسه برقرار هست. 6 یا تا 6 بله. گفتن 6. خب اگه تا 6 وقت داری شما 6. شما صحبت نکنید. هر کدوم بعد بفرمایید. بذارید ما آقای شمس کرد. آقای شمس کرد. به همه یک دقیقه وقت داده میشه آقای عزیز. آقای شمس اینجا سوال کردن. هر کسی یک دقیقه وقت داره صحبت کنه. سوال شما جمع میکنید چون من سوال دارم. خب ممکن نرسیم دیگه. ممکن نرسیم. برای اینکه تعداد سوال ها زیاد. ازیر بدین آقای صحبتی دارم. ما توی هیئت مدیره قرار از کسان دیگه خارج از اونطوری هم خواسته بودن که سوالی دارن بفرستن. ما یعنی کنگره حدود 7-8 تا نمیدونم چند تا سوالی داشت که دو تاش برای من اومده که من اینجا یکیشون رو میتونم بپرسم. وقت نمیشه برای که آقای کمی هست. آقای سوال اگه مایل نیستیم سوالای نیستیم. بله بله بذارم حاضرین سوال کنه. بعد از سپر آقای مهران سوالش رو بگو. سپر جواب بده. آقای مهران آقای نصیر از من که سوال شد من هنوز نوبت رو نگرفتم. اجازه بدید اینا که نوبت هستن بعدش رو من عزیز هستم. نه نوبت نیست اس بردن هستم. بله بله اجازه بدید برای اینکه محدودیت هست. اگه من بهشون وقت ندم وقتی ایشون ضایع شده من که دست رو نکردم. خواهش می‌کنم. آقای اسنا برام بگو. بله، متوجه هستم. من برای همین ببخشید. من در ابتدای این برنامه گفتم که اگه ممکنه از هم دیگه اسم نبریم. متاسفانه بعضی رعایت کردن، بعضی نکردن. برای همین محدودیت ایجاد میشه. برای آقای انامی هست. برام خواهم بفهمید. اطلاع بدم ساعت 5:46 دقیقه است. ما 6 اینجا رو باید تخلیه کنیم. در نتیجه 14 دقیقه بیشتر وقت نمونده. من فکر میکنم یه دونه آقای هومن شیرازی عضو هیئت مدیره هستن که تو نوبت هستن. اگه وقت رسید بعد آقای ایمان و بعد آقای تایاز شما شما خودتون صحبت چرا میکنید؟ شما اجازه بدید یک دونه مثل که ما وقت بیشتر نداریم 50 دقیقه. من فکر می‌کنم 10 دقیقه شما بس به 8 دقیقه ما بعد بیشتر از 10 دقیقه بخوام 20 ثانیه داره. آقا جان شما بین خودتون اگه قرار جمع شما به وقت دیگران احترام نگذاشت. من باید 20 تا شفاف بگم. بله بله. من صحبت کردم الان سوال دارم. اجازه بدید به سوال بپرسم. سوال شما. سوال شما. یه فرصت. شما مثل آقای خانگی هست. اول سوال شما بکنید. Thank you.